بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردای خوب سنف هفتم همراهان گرامی برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که شما شاگردای خوب حال همه خوب باشه درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشید و خدا رو شکر ما و شما به دهمین ده جلسه از مضمون بیولوژی سنف هفت رسیدیم خب در ابتدای درس امروز ما مطابق درس های گذشته ابتدا یک ارزیابی داشته باشیم از درس گذشته و بعد بریم ببینیم که ما و شما امروز چی چیز را یاد خواهیم گرفت خب شاگرده خوب سنف هفتم ما از شما امروز میخوام که حواس خودتان بیشتر جمع کنید چرا که سوالات امروز ما و شما نیاز به دقت بیشتری دارم خب امروز ما برای شما شاگردای خوب دو نمونه سوال آوردم یکی سوالات صحیح و غلط و یکی سوالات تصویری که باز انشاءالله با این نمونه سوال هم آشنا میشین هدف ما و شما از ارزیابی ای هست که هم مروری بشه به درس گذشته ما و هم دقت شما را ارزیابی کنیم که چقدر مطالب یاد گرفتید و هم با نمونه سوالات مختلف شما از شاگردای خوبه آشنا کنیم خب میریم سوالات خودم میخوانیم و شما انشاءالله گوش میکنین و به خوبی پاسخ میتیم سوال اول مرحله اینترفاز در تقسیم حجروی مرحله آمادگی حجره است این جمله ما و شما صحیح هست خاطر از که ما و شما میدانیم که اینترفاز همون مرحله مقدماتی حجره است و در جریان درس ما برای شما گفتم که در مرحله مقدماتی یا مرحله مقد... آمادگی حجره برای تقسیم یک سری اتفاقاتی میفته خب حالا هدف از این سوال ای, ای هست که شما چی سوال به که اینترفاز مرحله آمادگیه و چی سوال به که اینترفاز مرحله مقدماتیه هر دو رو بتانین جواب بدین سوال دوم تترادها در مرحله پروفاز میوسس یک به وجود می آید خب شاگردای خوب ما به خاطر دارید که در دا جلسه گذشته در تقسیم میوسس یک به شما گفتم که ویژگی منحصر به فرد و ویژگی خاص اینو تقسیم تترات هست تترات چی بود شاگردای خوب؟ آفرین به او شاگردایی که درس خوب خواندن هر گفتیم در این مرحله کروموزوم های همتا یا کروموزوم های هومولوگ در کنار یکدیگر قرار می و ساختار تتراد می گیرن. یعنی یک کروموزومی که چهار کروماتید داشت حالا در این مرحله گفته در مرحله پروفاز میوسس یک تتراد به وجود می آید که این جمله ما و شما صحیح است سوال سوم آرایش تتراد در مرحله آنافاز میوسس یک از بین می رود. آفرین به شاگردایی که گفتنی جمله صحیح هست چرا که ما تترادها را هم مرحله به وجود آمدنه باید خوب بدانیم و هم مرحله از بین رفتنه از بین رفتن به معنای جدا شدن هست در مرحله پروفاز میوسس یک آرایش تتراد به وجود می آید و در مرحله آنافاز میوسس یک تترادها از یکدیگر جدا میشه و ما آرایش تتراد دیگه نداریم خب این جمله صحیح بود سوال چهارم در مرحله متافاز میوسس دو تترادها در وسط حجره ردیف میشه این سوال یک مکس کنین یک دقیقه تعمل کنین چی میگین صحیح یا غلط آفرین به شاگردایی که گفتن این جمله یا این سوال ما و شما غلط است چرا غلط است چون زمانی که ما در مرحله تقسیم میوسس دو هستیم ما دیگه تترادها را نداریم چون ما گفتیم که تترادها مخصوص میوسس یک هسته این جور, ای جور سوالات شاگردان ما را از چند جا ممکنه به اشتباه بندازه یکی از ای که متافاز اشاره شده و تتراد آمده و شاگردای ما خوب دقت میکنه میگه تترات ها در متافاز را در وسط حجره ردیف میشن این طرز فکر شما صحیح است اما فراموش نکنید که نوع تقسیم هم اینجا بسیار مهم است مرحله یک, یک یا دو بودن میوسیس بسیار بسیار مهم است پس این جمله ما و شما اگر به جای میوسیس دو میوسیس یک می آوردن جمله صحیح بود اما چون ده گفته در مرحله متافاز میوسس دو ما دیگه اصلا تتراد نداریم چون در میوسیس یک تتراد ها از یک دیگر جدا شد پس این جمله ما و شما یک جمله غلط است سوال پنجم کروموزوم های همتا در محل سنتروزوم به هم متصل میشن و تتراد را میسازند. این جمله ما و شما غلط است چرا غلط است او شاگردایی که خوب در سایه گذشته که مانند حلقه های زنجیر در یک دیگه وصله خوب میخوانند مطالعه میکنن خوب میدانند که سنتروزوم او سانتریوله اما ما در کروموزوم های همتا گفتیم در محل سنترومر به یکدیگر دیگر میچسبن. باید به اصطلاحات بیولوژی هم خوب دقت کنید پس سنترومر محل چسبیدن کروموزوم های همتا یا هم ملوک است. اما سنتروزوم یا سانتریول ها همو دو تا جسم استوانه ای عمودی بر هم بود که در نزدیکی هسته بود که در هنگام تقسیم چه میتوسیس و چه میوسیس دو برابر میشد و در مرحله پروفاز به دو قطب حجره حرکت میکرد که در ما بین از اونا رشته های دوک به وجود می آمد. پس اینجا سنتروزوم به آورده و ما و شما نباید جمله را صحیح بگیریم خب علتی که ممکنه شما شاگردا این سوال اشتباه کنید یکی ای که هسته که شما سنترومر و سنتروزوم دقت نکنید و علتی دیگه ای هست که شما با دیدن کروموزوم های همتا دقت میکنین که تتراد را هم داشته باشید که مربوط به تقسیم میوسیس اما ممکنه توجه شما را از سنترومر کم کنه پس ای جمله ما و شما غلط است باید سنترومر می آمد. سوال ششم بعد از تیلوفاز میوسس یک حجره بدون رفتن به اینترفاز وارد پروفاز میوسس دو میشه بله این جمله کاملا صحیح هسته چون در جر... جریان درس گذشته من برای شما شاگردای خوب گفتم که فرایند تقسیم میوسس یا تنقیسی دو تقسیم پشت سر هم با یک اینترفاز هست که ابتدا اینترفاز انجام میشه بعد میوسس یک و بعد بلا فاصله وارد میوسس دو میشه و بین میوسس یک و میوسس دو ما دیگه اینترفازی نداریم خب شاگردای خوب من این یک نمونه سوال جدیده به نام سوالات تصویری که شما سوال میخوانین و به شکل خوب دقت میکنین تا بتانید به این سوال ما جواب درستی بدین خب در سوال آمده تصویر مقابل کدام نوع تقسیم و مرحله را نشان میده یعنی شما هم باید نوع تقسیم تشخیص بدین که میتوسیس هسته یا میوسیس هسته یا آمیتوسیس آمیتوسیس چی بود؟ همون تقسیم دوتایی مستقیم بود و همین که در کدام مرحله هست خب با توجه به شکل از این حجره پس این آمیتوسیس نیست چون حجرات باکتری که همون ساختار تک هجروی داشتن یک حجره تقریبا مستطیلی شکل هست و کروی شکل نیست پس ما میفهمیم که این مربوط به تقسیم میتوسیس و یا میوسیس هسته با توجه به ازی که قشای هسته به صورت نقطه چین آمده یعنی قشا در حال ناپدید شدنه پس ما و شما میفهمیم که این مرحله پروفازه خب در مابین هسته را خوب دقت میکنیم اگر تتراد داشتیم میشه پروفاز میوسس یک اما چون اینجا ما کروموزوم های همتا یا هومولوگ را نمی بینیم که آرایش تتراد گرفته باشه پس این سوال ما و شما جوابش میشه پروفاز میتوسیس خب باز هم برای اطمینان از این که ما درست فهمیده باشیم و رشته های دوک میبینیم که در مابین سنترو، سنتروزوم یا سانتریول های دو برابر شده در حال به وجود آمدن این سنتریول ها هنوز به دو قطب هم نرسیده در حال حرکت به دو قطب حجره هست پس این سوالات بیشتر در سنوف بالاتر در سنفای یازده، دوازده و کنکور می آیا. اما چون که در سنوفم هم اشاره به تقسیمات حجروی میشه ما از همین ابتدا شما را خوب خوب یاد میدیم به شرطی که شما هم خوب یاد بگیریم. سوال تصویری بعدی ما و شما می تصویر مقابل مربوط به مرحله جای خالی تقسیم جای خالی است. این هم یک نمونه سوال دیگه هست. که هم تصویری هست و هم جای خالی یعنی شما جای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید تا جواب شما درست شود خب حالا ما و شما هم باید اینجا نوع تقسیم تشخیص بدیم که در ابتدا میتوسیس هسته یا میوسیس یا آمیتوسیس خب حالا ما و شما فهمیدیم که آمیتوسیس نیست خب چون ما در تصویر آرایش تتراد میبینیم یعنی کروموزوم های چار کروماتی دیره پس نوع تقسیم ما و شما میشه تقسیم میوسس یک فراموش نکنید در میوسس دو ما تتراد نداریم آفرین شاگردای خوب خب کدام مرحله است؟ همون مرحله ای که کروموزوم ها در وسط حجره ردیف میشد آفرین مرحله میتافاز بود حالا چون اینجی تتراد ها ردیف شده پس در جاخالی اول بینیسیم مرحله متافاز تقسیم در جای خالی دوم میوسس یک از کجا فهمیدیم؟ از همه آرایش تتراد کروموزوم های چهار کروماتیدی خب سوال بعدی یک تصویری یک عکسی از تقسیم حجروی را برای شما نشان میده اما چی میپرسه میگه تصویر مقابل مربوط به کدام نوع حجره و چه مرحله ای از تقسیم حجروی هست حالا در از این سوال نوع حجره را هم از شما پرسیده ما و شما میدانیم که حجرات نباتی به خاطر داشتن دیواره اسکلتی یا یک قشای اضافه ای که گفتیم دارد ای حجرات داره شکل هندسی به خود میگیره چون شکل کروی نداره پس مربوط به حجرات حیوانی نمیشه ای یک دلیل ما و شما دلیل بعدی هسته که ما و شما گفتیم در حجرات حیوانی تیلوفاز همزمان با سایتوکنیز اتفاق میفته و در حجرات نباتی ابتدا تیلوفاز انجام میشه پس از اون سایتوکینیز یعنی تقسیم شدن سایتوپلازم و دیواره اسکلتی یا دیواره حجروی هم تقسیم میشه پس ما به این دو دلیل میتونیم جواب خود به این صورت بدیم که نوع حجره حجره نباتی هست و مرحله حالا این در پایان تقسیم شده و در مابین ازی هم یک دیواره جدید در حال شکل گیری هسته. مرحله سیتوکینز در حجرات حیوانی را به شما نشان میده ای قبل از فلش اول مرحله تیلوفاز هسته بعد از فلش اول مرحله سایتوکنیز یا سیتوکنیز نشان میده که تقسیم شدن سایتوپلازم و دیوار یا قشاع حجروی در حجرات نباتی هست خب امروز سوالات جدیدی را شاگردای خوب ما و شما با یکدیگر یاد گرفتیم خب یک سوال دیگه هم هست تصویر مقابل متعلق به چه نوع تقسیمی است و در چه جانداران دیده میشه این کلمات باید شاگردای خوب خوب دقت کنید یک جان نوع حجره سال میشه یک جان نوع تقسیم سوال میشه در اینجی نوع جاندار سوال کرده خب ما و شما با دیدن تصویر که میبینیم در یه حجره اولیه که ما و شما میبینیم یک حجره هست که تقریبا شکل هندسی به خود گرفته اما در دا داخل از او هسته قشا نداره ما و شما به یاد یک جاندار تکحجراوی پروکاریوت میفتیم به نام بکتریا خب پس نوع جاندار رو تشخیص دادیم بکتریای چینو تقسیمی داره؟ بکتریا تقسیم مستقیم داره یا خوب ما فراموش نکنید ما همین و تقسیم در یک جاندار تکوجروی دیگه به نام آمیب هم داشتیم که اگر جایی سوال شد فراموش نکنید پس نوع تقسیم تقسیم آمیتوسس یا تقسیم مستقیم هست و نوع جاندارش هم جاندار بکتریا که پروکاریوت هست جواب ما و شما میشه در شکل هم میبینین که در بکتری ها ای ابتدا خود حجره دو برابر میشه پس از او که حجره از نظر اندازه دو برابر شد ماده وراستی یا همو دین دی ای که در دا داخل هسته هست نیز دو برابر میشه و بعد از وسط یک شکاف پیدا میشه و در پایان دو بکتری از یکدیگر جدا شده دو بکتری به وجود میایه ای سرعت از این تقسیم مگر سوال کنند 20 دقیقه هست که در جلسات گذشته با یکدیگر به طور مفصل اینا رو خواندیم و یاد گرفتیم خب یک سوال دیگه هم اینجی ما و شما داریم آخرین سوال تصویری ما و شما هست که کدام نوع تقسیم تنقیسی هست این نام تقسیم تنقیسی را از شما سوال میکنه شما باید به خاطر بسپارید که تقسیم میوسس تنقیسی هست یعنی تقسیم شدن نصف شدن هست با توجه به تصویر ما و شما از کجا میفهمیم از جایی که در پایان تقسیم میتوز یا میتوسیس ما دو حجره داریم اما در دا پایان تقسیم میوسیس ما چهار حجره دختری داریم هم از اینجا متوجه میشیم هم از اونجایی که میوسیس دو تقسیم پشت سر هم است ابتدا از یک حجره دو حجره به وجود آید و سپس از هر کدام از دو حجره دو حجره که در کل میشه چهار هجره پس جواب ما و, ش... ما و شما تقسیم میوسیس هست و در این قسمت یک علامت یا یک ستاره را میزنیم که نوع تقسیم تنقصی برای ما و شما مشخص میشه خب شاگرده خوب ای هم یک سوال دیگه هست به کمک تصویر زیر کدام عملیه های حجروی مهمه میشه اثبات کرد با دیدن ای فعالیت یا ای آزمایش ما و شما به یاد چی میفتیم؟ به یاد دو عملیه مهم حجروی یکی تنفس حجروی و یکی فتوسنتز یا ترکیب زیایی ما و شما به خاطر داریم که اگر ما یک موجود زنده مانند موش در دا داخل یک محفظه شیشهی به کنار یک شم روشن قرار بدیم به مرور زمان بعد از چند ساعتی این موش میمیره و جان خود از دست میده به خاطر از که با کمبود اکسیژن روبرو میشه اما اگه ما در مجاورت از این موش و شم یک نبات هم قرار بدیم میبینیم که این موش در او فاصله ای که در تصویر اول از بین میره از بین نخواد رفت به خاطر از که نباتات در جریان فتوسنتز خودشان اکسیژن تولید میکنه و کاربان دایوکساید مصرف میکنه و این شمع ما و شما که میسوزه کربن دی تولید میکنه خب این کربن دی رو نبات مصرف میکنه و اکسیژن تولید شده را هم موش به عنوان یک موجود زنده خب شاگردای خوب و عزیز ما و شما امروز وارد یک موضوع جدید میشیم در رابطه با نباتات که در زندگی ما و شما نقش بسیار مهم را داره شاگردان خوب به یک وعده قضایی خود فکر کنین ببینین در یک دسترخانی که شما در صبحانه یا در چاشت یا در قضای شب سفره را پن میکنین اید در بر روی از دسترخان چی چیزایی را ما و شما میذاریم اگه در صبحانه باشه شیر نان یا هر چیزی که خورما یا یک قیماق یا چیزی را که ما و, ما و شما به عنوان صبحانه مصرف میکنیم خوب دقت کنیم میبینیم از مواد مختلفی تشکیل شده که این مواد یا به طور مستقیم مثل همون نان اینا که از گندم تهیه میشه ارتباط داره و یا به طور غیر مستقیم مانند همون شیر یا همون قیماقی که مصرف میکنیم از حیوانات هیوان... علفخوار تهیه میشه و خود این هی حیوانات برای ادامه زندگی خودشان نبات یا گیاهانه مصرف میکنه پس به طور مستقیم یا غیر مستقیم مواد غذایی ما و شما به نباتات ارتباط داره حالا ما و شما بگیم ما چند نوع نبات میشناسیم ما نباتات مختلف در زندگی روزمره میبینیم یا ممکنه از نبات یک ساله گرفته تا درختان چندین ساله علاوه بر از که این نباتات در رژیم غذایی ما و شما مورد استفاده قرار میگیره ما مصارف بسیار زیاد و مهم دیگر هم از نباتات داریم هم به عنوان سوخت هم به عنوان صنایع چوب و هم به عنوان مصرف دارویی و در, در درمان امراض و بیماری ها از نباتات استفاده میکنیم اما ما و شما قدری میخوایم آشنا بشیم ببینیم ما چند نوع نبات داریم و امسال در سنف هفت ما و شما فقط با نباتات تخمدار آشنا میشیم و ما بقیه نباتات اشالا در سنف هشت یاد خواهیم گرفت <applause> خوب شاگردای خوب سنف هفتم ما خوب دقت کنید که ما قبل از اینکه بریم و نباتات تخمدار با یک دیگر بخانیم یک بندی یا یک تقسیم کلی نبات ما برای شما اینجا در پای تخته تشریح میکنم ایرا خوب یاد بگیرید که بدانید که در کدام قسمت از نباتات ما و شما داریم صحبت میکنیم کتاب اشاره به تقسیم نباتات نکرده اما ما بنا تجربه چندین سال تدریسی خود به این نتیجه رسیدم که در ابتدا تقسیم بندی نبات ما برای شما بگم و بعد به شما میگیم که امسال در سنف هفت فقط همین قسمت هم میخوانید و ما بقیر اشالله بعد یاد خواهیم گرفت پس تقسیم بندی نباتات میخوانیم نباتات به دو گروه بزرگ تقسیم میشه نباتات وعایی و نباتات غیر وعایی شما حالا کلمه وعایی را میفهمین چرا که در انساج نباتی در فصلها و جلسات گذشته خواندیم که این وعایی همو انتقالی هست منظور همو زایلم و فلویم هست که مواد را از ریشه به برگ میرسانه و از برگ مواد ساخته شده را در سرتاسر سر گیاه تا به نوک ریشه میرسانه. نباتات ویایی باز به دو گروه تقسیم میشه ویایی بدون دانه و ویایی داندار نباتات ویایی داندار باز به دو گروه تقسیم میشه نباتات ویایی دانه‌دار بدون گل و نباتات وعایی دانهدار گلدار که نباتات گلدار باز در تقسیم بندی آخر به دو گروه تک مشیمه و دو مشیمه تقسیم میشه خب این بهتر است که کتاب هم یک اشاره میکرد حال شما بدانید در سنف هفت شما فقط با نباتات وعایی گلدار تکی مشیمه و دو مشیمه آشنا میشیم. پس در ابتدا ما و شما باید بدانیم که نباتات به چند گروپ تقسیم میشه و ما در مورد کدام نبات صحبت میکنیم. چون اگه این تقسیم بندی رو ندانین در ذهن شما سوال میه پس اون نباتاتی دیگه چی؟ اونا چی هسته اونا در کدام گروپ قرار میگیره و اونا چه ویژگی هایی داره حالا ان ما بقی را در سالهای بعد میخوانیم ما و شما در رابطه با نباتات وای دانه دار گاهی وقتا به جای کلمه دانه دار تخم هم میخوانیم یه هر دوی از اینا به یک معنی هسته خب حال بریم ببینیم که امروز ما میخوایم در رابطه با نباتات تخمدار چه چی چیزایی را برای شما یاد بدیم خب در ابتدا شاگردای خوب آشنا بشیم با ویژگی های نباتات تخمدار که اگر یک نباتی را در طبیعت ما و شما دیدیم که نام از او را نمیدانستیم با توجه به همو ویژگی و همو ظاهر از او تا حدود تشخیص بدیم که این چنو نباتی است خب شاگردای خوب, خوب، ویژگی های نباتات تخمدار نباتات تخمدار ریشه ساقه و برگ حقیقی داره دانه تولید میکنه و بعضی گلدار و بعضی بدون گل هسته من تصویر دو تا درخت برای شما آوردم یکی درخت کاج هسته که میبینین میوه نداره گل نداره و یکی درخت شفتالو یا هلو هسته که میوه های بسیار رسیده و خوش آب و رنگی را ما و شما میبینیم حتما میدانید که این درختان قبل ازی که میوه میوه بدن ابتدا گل میدن حالا باز در اسلاید های بعدی بیشتر با این موضوع آشنا میشیم نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر خب این دو تا کلمه کلمه های جدیده اما شما اینا رو میدانین ظاهر البذر ها گل ندارن ما چی بگیم نباتات بدون گل چی بگیم نباتات ظاهر البذر اما نباتات مخفی البذر یعنی اونایی هسته که خود بذر به معنای دانه و مخفی یعنی پنهان یعنی نباتاتی که دانه آنها پنهان است دانه آنها کجا پنهانه؟ در دا داخل میوه ما و شما سب میخوریم، ناک میخوریم، شفتالو میخوریم، گلاس میخوریم هر کدام از این میوه ها را که میخوریم دانه آنها به داخل میوه پنهان است به همین خاطر به اونها نهان دانگان یا مخفی البذرها هم گفته میشه یا نباتات گلدار همه از اینا به یک معنی هست نباتات گلدار میوه میدن و دانه درون میوه پنهان شده ما درخت کاج درخت سرف یا سنوبر که به نام ظاهر البذرها یا بازدانگان یا مخروطیان هم یاد میشه را هیچ وقت ندیدیم که اینا گل بدن خب نباتات گلدار به دو گروپ تکمشیمه یا دو مشیمه تقسیم میشه گاهی وقتا ممکنه شما در کتاب های علمی به نام به جای کلمه مشیمه لپه رو ببینین تک لپه و دو لپه خب به یک معنی هست اما تفاوت های از اینا چی هستن؟ نباتات تکمشیمه مشیمه دانه های یک پلهی دارن مانند گندم، جو و جواری یا ذرت هست خب میدانید شاگردای خوب که سه گروپ از نباتات تحت عنوان قلات یاد میشه یا قله خوانده میشه خب این نباتات تکمشیمه عمر کوتاه دارن یعنی ما این نباتات را مانند درختها چندین ساله نمیبینیم این نباتاتی که به عنوان تکمشیمه یاد میشه یک راه تشخیص دیگه هم داره که من برای شما میگم وقتی که ما گندم میکاریم ابتدا که جوانه میزنه جوانه ازی به صورت یک ساقه جوان مستقیم و صاف هست برگ در ابتدا نداره اما زمانی که دو مشیمه ها را بخوانیم میبینیم مانند لوبیا این لوبیا را وقتی ما و شما یا ناخود بکاریم جوانه که بزنه جوانه این نبات از همون اول دو برگه اما در نباتات تک مشیمه در ابتدا به صورت صاف هست ما برگیره نمی بینیم فرق دیگه از ای از این دو نبات ای هست که نبات تک مشیمه یک پله اما نبات دو مشیمه دو پله ای ای به چی معنا است؟ ای به این معنا هست که نخود یا لوبیا که از گروه حبوبات ما اینا رو می حبوبات ها جز دو مشیمه ها هستند زمانی که ای دانه نخود یا لوبیای ما و شما جوانه میزنه همون نخود یا لوبیا دو پله میشه و جوانه از مابین بین از اونا سر بر میاره در ابتدا ای جوانه سر خمیده داره که ای سرش آهسته آهسته به سمت بالا حرکت میکنه و صاف میشه اما نبات تک مشیمه از همون ابتدا به صورت یک قلافی صاف و بلندی جوانه میزنه خب ای قلات و حبوبات در رژیم ما ما و شما جایگاه بسیار بسیار مهم میره داره خب از اهمیت گیاه گندم همین بس که هر روز در دسترخان ما و شما باید نان باشه خیلی هست که اصلا بدون نان هیچ غذایی را خورده نمیتونه خب حتی ما و شما نان جو هم داریم و از جواری یا ذرت هم در غذاهای مختلف استفاده میکنیم اینها برای ما و شما تامین انرژی میکنه یعنی قلات ما و شما در حرم قضایی یا حرم انرژی برای ما و شما نقش اصلی اونا انرژی زایی هسته که انرژی تولید میکنه و ما برای زندگی روزمره به اونا نیاز داریم نباتات دومشیمه که بیشتر خانواده حبوبات ما و شما یاد میکنیم به خاطر داشتن پروتئینی که داره در رژیم غذایی ما و شما جایگاه خاصی را داره اگر ما و شما به دلیل عدم دسترسی به گوشت که هم شامل گوشت سفید مرغ و هم گوشت قرمز از یا گوشت سرخ گوسفند و یا گاو هست دسترسی نداشته باشیم تا حدودی میتانیم کمبود پروتئین خود از طریق مصرف حبوبات جبران بکنیم خب شاگردای خوب و عزیز برای امروز کافی هست انشاالله که از درس امروز لذت برده باشید باز بررسی بیشتر نباتات تخمدار انشاالله در جلسه بعد ما و شما ادامه خواهیم داد خب شاگردای خوب تا جلسه بعدی همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان می سپارم اما فراموش نکنید که درس به خوبی بخوانید و تا جلسه بعدی همه شما عزیزان خدای بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدار شما